ناامیدی کلید واژه‌ای است که این روزها خیلی در ادبیات رژیم حاکم و رایج است. ناامیدی مردم از نظام، ناامیدی از اروپا، ناامیدی از اصلاح امور و غیره. مفهوم این ناامیدی پیوسته گسترده تر میشه و دامنه اون حالا بالاترین سطوح حاکمیت رو هم فرا گرفته و رسانه‌های رژیم آشکارا می نویسن که وزیران دولت روحانی ناامید و خستند و روحانی باید وزرای کابینه‌اش را عوض کند. اما روحانی که به رغم ادعاها خودش هم جزو ناامیدان هست، بهتر از همه میدونه که اولا به تعدادی از وزیران این موضوع محدود نیست، ثانیا مسئله فردی نیست و به این فرد و اون فرد بر نمیگرده. هر کس دیگری هم که در این سمت قرار بدن و او با واقعیت‌های سرسختی که الان هست مواجه بشه، اون هم ناامید و خسته خواهد شد. گزیده ای از اظهارات مهرهای رژیم در این زمینه از نظرتون میگذره. سایت حکومتی بهار 22 خرداد: با این وزیران خسته نمیتوان برجام را نجات داد. برجام در نزد دولت مردان ایران همچنان بلا تکلیف است، ولی آثار خروج آمریکا از برجام تکلیفش را با معیشت مردم ایران مشخص کرده است. اینجا دولت مستقر که به نظر میرسد روحیه خود را باخته است، باید به ترمیم کابینه دست بزند و با افراد جوانتر و قویتری برای جنگ اقتصادی و سیاسی با آمریکا وارد کارزار شود. با این وزیران خسته نمیتوان برجام را نجات داد و به جنگ اقتصادی با آمریکا برخاست. مردم توان و تحمل سختی ها را دارند، به شرطی که ببینند دولت مردان هم دارند کار خود را شبانه روزی انجام میدهند. باید دولت از انفعال خارج شود. هرمیدا سباوند، دیپلمات سابق رژیم، 22 خرداد. همزمان با تحولات ماه‌های اخیر در فضای بین‌المللی و در بحبوحه‌های تهدیدات ترامپ علیه ایران و برجام، شعارها و مواضع برخی افراد که بعضاً در قوه مقننه یا سایر دستگاه‌ها مسئولیت دارند، هزینه‌هایی را برای ملت ایران ایجاد کرده است. فراموش نکنیم این بار شکست دیپلماتیک ایران صرفاً تبعات اقتصادی نخواهد داشت و میتواند نارضایتی‌هایی را در میان مردم ایجاد کند. باید از سرمایه اجتماعی تا حد ممکن حفاظت کرد. روزنامه حکومتی وطن امروز 22 خرداد: ناامیدی از اروپا. اما به نظر میرسد علاوه بر کارشناسان و تحلیلگران، دولت نیز امیدی به سرنوشت مذاکره با آمریکا و اخذ تضمین‌های لازم برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها ندارد. اظهارات اخیر جهانگیری و مواضع اخیر دولت نشان می‌دهد حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای او دیگر امیدی به برجام اروپایی ندارند. دلیل اصلی هم ناتوانی اروپا در تضمین منافع ایران از برجام است، هرچند آنان هنوز حاضر نیستند رسماً این موضوع را اعلام کنند. منافع زیادی از ما در دنیا آسیب دیده، منافع خیلی سنگین آسیب دیده، فقط هم مربوط اروپایی‌ها نیست. حالا مثلا شرکت هندی، شرکت نمیدونم برزیلی بخواد با ما کار کنه، دوازن در معرض آسیبه. پس صحبت ما این است که در شرط فعلی چیزایی که ما دنبالش بودیم چقدرش قابل حصوله. بنده قاطعانه میتونم بگم که بخش عمدهش رو اروپایی‌ها جرأت انجام ندارن و بخش دیگه شو تصمیم انجام ندارن. یعنی من میخوام بگم که ما شرایطمون فراتر از این است که حتی اروپایی‌ها تقسیم کار کرده باشن یا نکرده باشن. ما زیادی به اروپایی‌ها اهمیت دادیم، حالا دارن ناز میکنن و این یه مسئله بسیار جدی است. البته من معتقد هستم که اروپایی‌ها برای اینکه آمریکایی‌ها هم در یه جهاتی برای خودشون منافع دیگری با هم دیگه کنار بیان، استراتژیشون فشار گذاشتن روی ایران هست. مواضعشون بسیار مواضع غیر موجه است. پاسدار وحیدی، وزیر سابق دفاع رژیم، 22 خرداد: اروپاییان هم در این موارد بسیار بدسابقه هستند و نه تنها قابل اعتماد نیستند، بلکه مطمئناً در این شرایط به دنبال اهداف خود خواهند بود. لذا ما نباید به راحتی به آنها اعتماد کنیم. همه باید بدانند که قدرت دفاعی ایران نه قابل مذاکره است و نه قابل بحث، و هر کسی که در تضعیف و تخریب قدرت دفاعی و موشکی ما صحبت کند، بدون شک دشمن و خائن به کشور و ملت است، چه داخلی باشد و چه خارجی فرقی ندارد. آخوند حوزه نقویان، 21 خرداد: اگر کارد به استخوان مردم برسد با هیچ کس رو در بایستی ندارند و
و با سخنرانی و دعای اللهم عجل ولی کل فرج نمی شود جامعه و مردم را اصلاح کرد یا فریب داد. امروز در کشور بسیاری از امور آتش زیر خاکستر است و باید دست هر کس که کاری بلد است و این آتش ها را می تواند خاموش کند بوسید و از او کمک گرفت.